مریم بیا برگردی. کجا بیام؟ ناسلامتی مهمونی عهدکنونمونه ها. نمیتونم. دیگه همه چی تموم شد. مگه دیوونه شدی تو دختر؟ چی تموم شد؟ تازه هنوز اولشه. اولش که این باشه وای با آخرش. حتما همش همین حرف آریستاس دیگه. من که نمیتونم اونا رو عوض کنم. پس میخوای منو عوض کنی؟ نه به خدا قسم نه. چقدر بهت گفتم حالا که اصرار داری عروسی کنیم لااقل رضایت بده مراسم نگیریم. بابا میخواستم یه خاطره باشکوه داشته باشی. توقع داشتی همینجوری خوشگوخاری دستتو بگیرم ببرمت خونه؟ خب چه عیبی داشت؟ مردم چی میگفتن؟ مادر و خواهرت چی فکر میکردن؟ مگه ما باید جوری زندگی کنیم که ایلیا توارمون زندگی کردن؟ نه ولی تو لایق یه جشن آبرومند بودی. چه جشنی هم شد. از اولش هم میدونستم اتفاق بدی میفته. سلام. سلام. خیلی خوش آمدین. مبارکه. چه خوشی خانم. سلام. خدا بد نده. چی شده اول روز زندگی با این لباس اومدین اینجا؟ مرده شور این زندگی رو ببرن. مریم. چیه؟ بسمه دیگه. من روزی کافی عذاب کشیدم. این حرفا شگون نداره. بفرمین بشینیم براتون دو تا استکان چای بیارم. بفرمین. خیلی متشکرم خانم. مبارکه. متشکرم. خوبی؟ یادت روزی که اومدیم تالار رو برای عروسی ببینیم همینجا استراحت کردیم؟ درست همینجا هم نشسته بودیم. دقیقا همینجا. یادش بخیر چقدر حرف زدیم. آره خیلی حرف زدیم. ولی حرفای ما هیچ وقت مربوط به خودمون نبود. عمو جواد میگه مریم دیگه نباید شوهر کنه. عمو ملوک جواب میده وا چه توقعی داری؟ یعنی یه عمر تاریک دنیا بمونه؟ مریم خانم همه این ماجراها میگذره. بهت قول میدم وقتی با آرامش زندگیمونو شروع کردیم دوتایی میشینیم به این اتفاقات روزا میخندیم. مرد خوش خیال من. خدا رو شکر مراسم هنوز تموم نشده بود. منظورت چیه؟ یعنی که ما هنوز زن و شوهر نیستیم. خب که چی؟ نمیفهمم. بذار رک بهت بگم مجید. من از اولشم به این وسط خوشبین نبودم. اونا نمیذارن ما با هم زندگی کنیم. به کسی چه ربطی داره؟ من و تو همدیگر رو میخواییم. بابا من 3 سال پای این قضیه صبر کردم. مریم الانم به هیچ قیمتی حاضر نیستم از میدون در برم. خدا خسته شدم. دیگه طاقتشو ندارم. از حرف و حدیث کلافم. بذار دیگه فکرشو نکنیم. یه مدت که بگذره همدیگر رو فراموش میکنم. به عجب اینقدر برات مهمم؟ هستی به خدا. تو به خاطر من جلوی دنیا وایستادی. ولی اینا کافی نیست. دیگه چیکار باید بکنم؟ من تو زندگیم با همه جنگیدم. مجید دیگه نمیتونم. من و تو بالاخره حرفمونو به کرسی میچونیم. مطمئنم. اینا همش فکر و خیاله. بابا جان زندگی یه روی دیگه هم داره. اما من معتقدم عشق و دوست داشتن جواب همه این گرفتاری هست. بعدش هم این بحثا که الان وقتش نیست که. بذار برای یه وقت دیگه صحبت میکنیم. من به محمود گفتم آقا رو نگه داره تا ما برگردیم. باشه بریم. تفرکی روزی که باید شادی کنه ببین چه حالی داره. نرگس زدی زیر قول تا؟ کدوم قول؟ 100 بار به تو و بچه ها گفتم با مشتری ها قاطی نشی. مگه من چی گفتم حالا؟ کم مونده بود داماد مرخص کنه بشینی عروس خانومو نصیحت کنی. نمیتونم که مثل مجسمه برم و بیام. چشم میبینه دلم میسوزه. خب داغ دلتون تازه شده انگار ها؟ بالاخره هر زنی یه درد دلی داره. پس بگو. آها دنبال گوش شنوا میگشتی
اونم از نوع مفت و مجانیش. شاید برای که یه عمر گوش شنوا نداشتم. خلاصه گفته باشم اینجا محل کسب و کارمونه، نه دفتر مشاوره و حل مشکلات مردم. چشم آقا. نمیخوام به پای من بسوزی. اینقدر آیه یأس نخون دختر. به خدا منم خستم. فکر میکردم امشب همه چی تموم میشه میره پی کارش. آخه من چه گناهی کردم؟ گناهی نکردی. بس برو دنبال زندگی. من به اندازه کافی کشیدم. از دست خودم. وقت بدم. یاد حرفای مادرت که میفتم آب میشم. حسرت دیدن یه عروس درست و حسابی به دلمون موند. شوهر اولش هم که فرستاده سینه قبرستون. شنیدی؟ خب مادرت حق داره. پسرشی. برو دنبال زندگی. از وقتی که سعید مرده خیلی سختی کشیدم. خدا رحمتش کنه. اما مریم، باور کن مادر من منظوری نداره. میدونم زبونش تلخه اما دلش مثل آینه است. از وقتی سعید رفت خیلی سختی کشید. هنوز دو ماه از عروسیم نگذشته بود که با دل لعنتی پیدا شد. تازه عروسی که باید مهمونی بره و پاگوشا بشه همش تو مطب دکترا بود. میدونی که من و سعید یه ازدواج سنتی داشتیم. من هیچ وقت عاشقش نبودم اما تا آخر بهش وفادار موندم. بهش کمک کردم مبارزه کنم. یک سال تموم نذاشتم بفهمم با چه مریضی دست و پنجه نرم میکنه. با اینکه مطمئن بودم خودش همه چیزو میدونست. مریم، یک گذشته رو فراموش کن. منم به نوبه خودم قول میدم همه رنجایی که کشیدی رو جبران کنم. مجید تو لباس عزام نذاشتن آرامش داشته باشم. حتی نذاشتن درست براش گریه کنم. رفتن و اومدن گفتن بد قدم بود. بهش نرسیده که مرده. خب من چه گناهی داشتم؟ سرنوشت سعید همین بود دیگه. حالا تو لباس عروسی من باید گریه کنم. حالا هم تو برو. میخوام تنها باشم و فکر کنم. آخه به چی؟ به بدبختیام. این که چقدر باید از آشنا و غریبه بکشم. خیلی خوب، اجازه بده برم یه لیوانا برات بیارم، آروم میشی. این آب قند بخوره حالش بهتر میشه. بفرمایید. خیلی ممنون. این حلقه شماست؟ چه جالب، شبیه حلقه منه. ساده و زیبا. 24 سالی که تو دستم. با این که چاق شدم ولی درش نیومد. چند بارم با هم قهر و آشتی کردیم بازم درش نیومد. همسرتونه؟ بله. یه کمی بد اخلاق هست ولی خوش قلب و مهربونه. ببخشید شما هم زیاد سخت نگیر، همه چی درست میشه. 3 سال هم دیگر رو میشناسیم. چه دورانی بود. کاش اصلا منتقل نشده بودم تو بخش شما. مثلا اومدم اونجا که کارم سبکتر بشه. همش به خاطر نریمان بود دیگه. طفلی مریض شده بود. باید بیشتر بهش میرسیدم. چقدر اینجا آرومه. آرامش خیلی خوبه. چیزی که هیچ وقت نداشتم. مریم، تو به من فرصت بده. بذار یه مقداری زمان بگذره. قول میدم برات همه کار بکنم. همه چی برات مهیا میکنم. بذار یکم دیگه فکر کنم. نه. این درگیری ها پدر آدمو در میاره. داماد خیلی مرد صبوریه. آخی ببینم. حسرت خوردی؟ چرا من هرچی میگم شما به خودتون میگیری؟ یعنی منظورت من نبودم؟ گیرم اینطوری بود. خب درد دلتون به کجا رسید؟ من با کسی درد دل نمی کردم آقا. اتفاقی دیدم حلقه نامزدی شبیه حلقه منه. آها، اتفاقی.
البته فهمیدم که ناراحتیش برای چیه. لابد اونم اتفاقی. نه دیگه، اینو ببین، همه فهمیدن. نگاه کن بنده خدا چقدر ناراحته. ولی خوشم اومد. دختر پر دل و جرأتیه. عقده های دلشو خالی کرد. یعنی تو نداری؟ حیف از اون سنگ تمومو که واسه عروسیمون گذاشتم. 25 تا مهمون با یه جور غذا شد سنگ تموم. خوشم اومد. بالاخره حرف دلتو زدی. گفتم نباید با مشتری قاطی بشی، واسه همین بود. داغ دل تازه میشه. اتفاقا باید با مردم رفت آمد کرد تا خیلی چیزا رو یاد گرفت. پشیمون نیستی شب عروسی فرار نکردی؟ فرار میکردم کجا میرفتم؟ میرفتم پیش خانجون. خانجونم یه تشر میزد برم میگردون. قربون مادر زن چیزفم. واقعا کاش همه مادرها مثل مادر من بودن. هوای عروس دامادا رو داشتم. منظورت مادر منه دیگه. دروغ میگم. مادرت شب عروسی چقدر از لباس من ایراد گرفت. نمیدونست که یه عروس دلش میخواد شب عروسی ازش تعریف بشه. مادر منظر ساده ایه. پس چرا برای دختراش بلده تعریف کنه؟ حالا به ما که رسید ساده است. به خاطر چندر قاس تفاوت قیمت نذاشت اون لباسی رو که من دوست دارم بخرم و بپوشم. مادرم باید از خانم جون یاد میگرفت که یه ریز از گردن بندی که واسه خریدم تعریف میکرد. البته اونم همچی مالی نبود ها. اصلا میدونی چرا من لباس عروسی برای مردم میدوزم؟ به خاطر اینکه این لباس عروسی برای من شده یه عقده. راست میگی برگز؟ نمیدونم. چایی بریزم؟ آره با کیک باشه. تو حقت یه زن خوب داشته باشی. گاهی فکر میکنم مادرت راست میگه. خب اون دلش یه عروس واقعی میخواد، نه یه زن بیوه با یه بچه و بال گردنش. نریمان مثل پسر خودم میمونه. بچه بچه هست دیگه، چه فرقی میکنه؟ اونم عاشق همین کارهای تو شده. یکی از چیزایی که منم به تو وابسته کرد همین مهربونیات نسبت به این بچه هست. تو این دور زمونه مردم حال و حوصله بچه خودشونم ندارن، چه برسه بچه یکی دیگه. نریمان فوق‌العاده است. اون بچه حق داره یه پدر خوب داشته باشه. بعدم مریم، اصلا الان وقت این صحبت هاست؟ این حرفا رو بذاریم واسه وقت دیگه. ببین، مادر من مثل مادر و مادر بزرگش فکر میکنه. ماها باید یه جور دیگه فکر کنیم. حرفات خیلی قشنگه، ولی واقعا میشه با این حرفا زندگی کرد؟ شک نکن، 100% میشه. اصلا من میگم آدم وقتی عشقو پیدا میکنه باید دو دستی بهش بچسبه. تا وقتی زنده ام نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. تو فکر میکنی تا چند سال دیگه منم بتونم مثل اون خانم حلقم رو تو دستم نگه دارم؟ پاشو بریم، ممکنه آقا حوصله‌اش سر رفته باشه. بریم، عجله کن که میترسم دیر بشه. فقط حواست باشه رفتیم بیرون باید کفشاتو در بیاری. چرا؟ واسه اینکه بتونیم تا تالار بدویم. بد نیست؟ نه چرا بد باشه، خیلی هم خوبه. پاشو بریم. هر بار یاد جشن عروسی میفتم دلم آشوب میشه. اما خدا رو شکر با کسی که دوست داشتم عروسی کردم. چی گفتی؟ گفتم دلم آشوب میشه. نه نه نه، اون قسمت دوم جملت. یادم نیست چی گفتم؟ گفتی منو دوست داری؟ خب آره دیگه. بالاخره یه بار اعتراف کردی. به آرزو رسیدی؟ چرا که نه؟ آره؟ تو چه آرزویی داری؟ آرزو؟ چه آرزویی؟ خب یه آرزو دارم دیگه. آرزویی ندارم دیگه. آرزو میخوام چیکار؟ به به، چه عجب آقای، این هفته خندیدم. چی شو؟ میترسم زیادیت بشه.
همین که پیش هم باشیم، همین که فرصتی باشه، همین که گاهی چشمامون تو چشم آسمون.